در حالی با شما صحبت میکنم که مسابقه تیم‌های فرانسه و اوروگوئه در جریانه و میلیون‌ها فرانسوی با نگرانی بازی تیم ملی کشورشون رو تماشا میکنند. ما هم به پاریس میریم تا با ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار، مفسر ورزشی و کارشناس فوتبال گفتگو کنیم. آقای ادیب‌زاده از جمله چهره‌های ناماشنای ورزش ایرانه و من خیلی خوشحالم که میتونیم درست در روز آغاز جام جهانی فوتبال از نظرات ایشون در برنامه استفاده کنیم. آقای ادیب‌زاده به شما سلام میکنم و درود میفرستم، سپاسگزارم از اینکه در شهر پاریس با ما همراه هستید. متشکرم آقای مکری از اینکه باز هم منو دعوت کردید به برنامه شبانگ و میتونم به خصوص در این روز آغاز 19 جام جهانی تاریخ با بینندگان شما یک وعده تازه، یک دیدار تازه داشته باشم. سپاسگزارم. آقای ادیب‌زاده، همونجور که در جریان هستید، کشور آفریقای جنوبی مشکلات بسیاری رو در راه تدارک و آماده سازی این بازی ها تحمل کرد. مشکلاتی که در راه آماده سازی ورزشگاه ها بود، مسائل زیربنایی، ساخت مکانهایی برای گردشگران خارجی، به هر حال داستانهایی بود که به سرانجام رسید و این بازی ها امروز افتتاح شد. نظر شما درباره میزبانی آفریقای جنوبی چیه؟ فکر میکنید که فیفا تجربه مناسبی داشت در انتخاب این کشور برای میزبانی؟ به نظر من خیلی تجربه موفقی بود. در واقع میزبانی آفریقای جنوبی یک امید تازه‌ای به قاره آفریقا داد و اونها رو از اون وضعیت قبلیشون در آورد. خود آفریقای جنوبی از 6 سال پیش، همونطور که شما هم اشاره کردید، از 6 سال پیش که در واقع شروع کردن به سازندگی، به طور کامل آفریقای جنوبی عوض شد. 10 تا ورزشگاه مدرن ساختن، اون زیربنای راه آهن، فرودگاه و انواع اقسام چیزها رو ساختن برای همین جام جهانی و میبینیم که امروز، همین امروز در ورزشگاه ساکر سیتی برابر 90,000 تماشاگر سپید و سیاه، دیگه درسته یه زمانی فوتبال در آفریقای جنوبی مخصوص سیاهان بود و به خصوص میگفتن که فوتبال ورزش فقراست، ولی امروز دیدیم که همه با شادمانی تمام اومدن، به خصوص در اون مراسم گشایش رقصهای سنتی رو نشون دادن و من فکر میکنم که یک موفقیت برای فیفا هم هست، اگرچه فیفا تا آخرین روز نگران این بود که آیا کارها تمام میشه و به موقع جام جهانی انجام میشه، ولی میبینیم که آفریقای جنوبی نشون داد که شایستگی این اطمینان رو داره و شایستگی این میزبانی رو داره. من شخصا خیلی خوشحالم که این امتیاز به آفریقای جنوبی و به قاره آفریقا داده شد. آقای ادیب‌زاده، بر اساس پیشبینی های موجود به نظر میرسه که بازی های این دوره بیشترین تعداد تماشاگر رو داشته باشه و خب ما میبینیم از طریق تلویزیون، ماهواره و حتی تلفن های همراه بینندگان میتونن این مسابقات رو تماشا کنن. آیا واقعا فوتبال به یه پدیده جهانی تبدیل شده؟ جایگاه این ورزش در شرایط کنونی چیه؟ البته همونطور که شما اشاره کردید، این وسایل جدیدی که اومدن میتونن بر تعداد تماشاگران اضافه بکنن، اما واقعا فوتبال از چندین سال پیش میشه گفت که یک پدیده همگیر جهانی شده، یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان، حتی من میتونم بگم از بازیهای المپیک هم پرتماشاگرتره. به هر حال در بازیهای در جام جهانی 2006 در آلمان نزدیک به 25 تا 28 میلیارد تماشاگر داشت 64 تا بازی. برای همین جام جهانی آفریقای جنوبی پیش بینی میشه که بین 30 تا 35 میلیارد تماشاگر برای این 64 بازی داشته باشه. بازی فینال در حدود 1 میلیارد نفر تماشاگر خواهد داشت. برای هر بازی نزدیک به 500 میلیون نفر تماشاگر در سراسر جهان خواهد داشت. غیر از اون، اهمیت جام جهانی واقعا فقط به این مسئله تماشاگر نیست. همین امروز من روزنامه‌های فرانسه رو که الان خب جا نداره، یعنی فرصت نداریم که بهتون نشون بدم، تمام روزنامه‌های فرانسه از چپ و راست و راست افراطی و حتی روزنامه ویژه کلیسای کاتولیک تمام صفحه اولشون رو رنگی چاپ کردن
با تصاویر جام جهانی و به اهمیت این مسئله اشاره کردند. به هر حال من فکر می‌کنم که جام جهانی فقط مسئله تماشاگر نیست، مسئله اقتصادی هست. فقط یه آماری من می‌خوندم در همین هفته 250,000 تلویزیون صفحه صاف، یعنی تلویزیون بزرگ، در همین فرانسه فروش رفته. یعنی شما می‌بینید که همین جام جهانی در همه چیز اثر می‌ذاره. زندگی آفریقای جنوبی رو میبینید. به هر حال تنها مشکلی که آفریقای جنوبی الان داره مسئله امنیتشه، که خب با 60,000 تقریبا پلیس، یعنی 40,000 پلیس و عده مأمور میخوان که این مسئله رو یه جوری رفع بکنن. همین چند روز پیش دو تا خبرنگار چینی رو وسط روز چند تا مرد مسلح اومدن جلوشون رو گرفتن و تمام داراییشون رو گرفتن. به هر حال این مشکلیه که الان جام جهانی باهاش روبروئه، ولی در قسمت‌های دیگر آفریقای جنوبی سربلنده و یک میزبان تاریخی است. آقای علیزاده، بسیار معتقد هستند که نلسون ماندلا نقش رو بسیار مهمی داشته در گرفتن میزبانی‌ها و آوردن این بازی‌ها به آفریقای جنوبی. خیلی‌ها او رو پدر آفریقای جنوبی مدرن می‌نامند. نظر شما درباره نقش تاریخی نلسون ماندلا چیه؟ مردم این کشور چگونه به این شخصیت در این بازی‌ها نگاه می‌کنند؟ باید بپرسیم که مردم جهان چطور به ماندلا نگاه میکنن، چون ماندلا 19 سال بعد از میان بردن آپارتاید در آفریقای جنوبی و اون در واقع در هم ریختن اون دیوارهایی که بین سپید و سیاه بود در اونجا، میبینیم که از نظر حالا ورزشی بخوایم حساب کنیم، یک جام جهانی راگبی برگزار کرده که تیم آفریقای جنوبی در اونجا قهرمان جهان شد و حالا جام جهانی فوتبال رو بهش دادن و این بوفانا الان شده سمبول و سمبول تاریخی در واقع ماندلا. شما نگاه بکنید که من نمیخوام مقایسه بکنم، ولی روحیه ماندلا اومد جهان رو عوض کرد، چون در همون روزهایی که آزاد شد اولین نفری که رفت باش نشست و صحبت کرد و غذا خورد زندانبانش بود، زندانبانی که سالها او رو شاید اذیت میکرده، شاید اجازه نمیداده که حتی هواخوری بکنه. به هر حال میبینیم که اون روحیه خشونت رو از بین برد. حالا مسائل دیگر رو باید بهش اشاره بکنیم. همین مسئله دادن جام جهانی به آفریقا، همونطور که شما اشاره کردید، واقعا به شخصیت ماندلا داده شد و اون اثری که بعد از 19 سال روی این کشور گذاشته شده. الان به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، میبینیم که بعد از 31 سال هیچ مسابقه حتی منطقه‌ای، حتی مسابقات مثلا منطقه غرب آسیا رو دیگه به جمهوری اسلامی نمیدن، به خاطر اینکه به هر حال یک شرایطی داره در دنیای امروز، باید با جامعه جهانی بتونیم زندگی بکنیم، زندگی خوب بکنیم و کسی از ما نترسه.